سرخط خبرها. انتقاد گروه طالبان از اعلام نشدن نام اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان. افزایش شمار جانباختگان حمله بر یک مراسم عروسی در کابل. طبق تازه ترین آمارها شمار تلفات این رویداد به 80 تن رسیده است. و اعلام حمایت و پشتیبانی شورای سراسری قوم احمدزی از تیم ثبات و همگرایی در انتخابات ریاست جمهوری. با تقدیم سلام و وقتتون بخیر، با بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز چهارشنبه 30 ماه اسد سال 1398 خوشتیز که برابر می شود با 21 ماه آگوست سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. گروه طالبان از اعلام نشدن نام اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان انتقاد می کند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر می گوید که پنهان کردن نام اعضای جهت های سیاسی برای مذاکرات بین الافغانی یا به دلیل اختلافات است و یا هم در اختیار حلقه خاص قدرت قرار دارد. و گفته آقای شاهین این حلقه نه تیم مشترک از اعضای جهت های سیاسی را می پذیرد و نه اختیار تصمیم گیری و حمایت احزاب سیاسی را دارد. با این حال وزارت دولت در امور صلح در واکنش به این صحبت ها می گوید که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان 3 هفته پیش بعد از مشوره با طرف های ذی‌دخل انتخاب شده و این هیئت آمادگی های کامل را برای آغاز مذاکرات صلح دارد. از سوی هم زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در توییترش نگاشته که برای دور نهم مذاکرات با طالبان به سمت قطر حرکت کرده است. قرار است پس از نهایی شدن قرارداد صلح میان آمریکا و طالبان، مذاکرات بین الافغانی میان دولت افغانستان و طالبان آغاز گردید. در حالی که 20 روز پیش دولت افغانستان هیئت 15 نفری مذاکره کننده با طالبان را ایجاد کرده، اما تا هنوز فهرست اعضای این هیئت مشخص نیست. این موضوع انتقاد گروه طالبان را در پی داشته است. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگویند پنهان کردن نام اعضای جهت‌های سیاسی برای مذاکرات بین‌الافغانی یا به دلیل اختلافات است و یا هم در اختیار حلقه خاص قدرت قرار دارد. سوهیل شاهین امروز در یک پست توییتری نوشته است که این حلقه نه تیم مشترک از سوی جهت‌های سیاسی را می‌پذیرد و نه اختیار تصمیم‌گیری و حمایت احزاب سیاسی را دارد. سخنگوی طالبان می‌گوید جهت‌های سیاسی پیش از این موقفشان را در این زمینه مشخص کردند. با این حال وزارت دولت در امور صلح در واکنش به این صحبت ها می گوید هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان 3 هفته پیش بعد از مشوره با طرف های ذی‌دخل انتخاب شده و این هیئت آمادگی های کامل برای آغاز مذاکرات صلح را دارد. دولت افغانستان 3 هفته قبل بعد از مشورت های گسترده با طرف های ذی‌دخل هیئت 15 نفری مذاکره کننده برای گفتگوهای صلح با طالبان انتخاب کرده. این هیئت از تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی برخوردار بوده و آمادگی های کامل را برای قرار گرفتن در پشت میز مذاکره دارند. در این حال زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در صفحه توییترش نگاشته است که برای دور نهم مذاکره با طالبان به سمت قطر حرکت کرده است. آقای خلیلزاد میگوید آمریکا برای توافق آماده است و دیده شود که طالبان هم آماده است یا نه. وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه آغاز دور نهم مذاکرات زلمه خلیزاد با گروه طالبان را بخش از تلاش برای پایان جنگ افغانستان عنوان کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آمریکا باید حضور خود را در افغانستان حفظ کند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران یک بار دیگر حضور 18 ساله نظامیان کشورش را در جنگ افغانستان مضحک خواند و گفت که تلاش میکند شماره از نظامیان آمریکایی را از افغانستان فراخواند، اما تاکید کرد که ایالات متحده باید در افغانستان حضور داشته باشد. آقای ترامپ افغانستان را یک جای خطرناک خواند و علاوه کرد که باید همیشه بقای آن کشور را زیر نظر داشته باشند و اکنون می‌خواهد روی گزینه‌های مختلف غور کند. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر حضور حتمی بخش از نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال بیان می‌شود که پس از 8 دوره مذاکرات نمایندگان آمریکایی با گروه طالبان، آن گروه همواره تا اکنون بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تأکید کرده است. وزارت امور داخله اعلام کرده که شماره کشته شدگان حمله بر یک مراسم عروسی در کابل به 80 تن رسیده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت گفت که وضعیت شماره از زخمیان وخیم بود که در شفاخانه ها جان دادند. پیش از این آمار رسمی حمله شنبه شب بر مراسم عروسی در هتل شهر دبی در کابل 63 شهید و 182 زخمی اعلام شده بود. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. شورای سراسری قوم احمدزی حمایت و پشتیبانیش را از تیم ثبات و همگرایی اعلام کرد. اعضای رهبری این شورا رئیس جمهور غنی را با استفاده ابزاری از قوم احمدزی برای رسیدن به قدرت متهم کرده میگویند که آنان پس از نشست‌ها و تصمیم گیری جمعی به این نتیجه رسیدند که از تیم ثبات و همگرایی اعلام حمایت کردند. از سوی هم دکتر عبدالله عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی ضمن استقبال از حمایت شورای احمدزی از این تیم گفت که وی و تمامی همپیمانانش در این دسته انتخاباتی برای وصل اقوام و تامین صلح و ثبات در کشور تلاش همگانی خواهد کرد. در ادامه حمایت‌های گسترده اقوام و اقشار مختلف مردمی از تیم ثبات و همگرایی، در اینجا صدها تن از اعضای شورای سرتاسری قوم احمدزی تای همایش حمایت و پشتیبانیشان را از تیم ثبات و همگرایی اعلام نموده. این تیم را گزینه مناسب برای حکومت آینده کشور عنوان کردند. رهبری این شورا رئیس جمهور غنی را به سوی استفاده از قوم احمدزی جهت رسیدن به قدرت متهم کرده میگوید که وی در زمان کمپاین های انتخاباتی گذشته تعهدات زیادی را برای این شورا سپرده بود، اما به هیچ یک از آنها عمل نکرد. دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور اوس ما دوره روانه ده. ام دغه قوم و دغه غرور قوم غیر او دغه په میړانه سره هغه سره نشپه و کتل نه ورځ انتخاباتو کې ورته پوره منډي وکړي. شاکلن ځای راغی په چوکۍ کېناست. نور قوم هم کړي خو مزي ته ډېره پیکه وه، ځکه د کور سړی و. خو ولې د هغه په دې 15 کلنه دوره کې د قوم هغه غوښتنې، هغه روا حقوق، ناروا نه، هغه وادي چې دې قوم سره سوي وي هغه عملي نه شوي. هغه دا دی چې جمهور رئیس غني له قوم سره ډېرې پراخې ژمنې وکړې، وادي یې وکړې. د دې وادي څه وي؟ وادي د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. موږ کومې ناروا غوښتنې له جمهور رئیس څخه نه لرلې. موږ د افغانستان د نور قومونو په شان باندې د خپل اساسي قانون مطابق د خپل قوم د حق حقوقو لپاره خپل غږ پورته کوو. موږ هغه څه غوښتل چې د افغانستان د نورو قومونو لپاره غواړو، ولې له بده مرغه چې له موږ سره د مور او د میرې چلن وسه، ول بلکې صرف دا قوم وسیله سه او تر واکه پورې او تر ارګه پورې ځان پرې ورسوو او نور بیا دا قوم پرېښو. این شورا تیم ثبات همگرایی را یک تیم ملی و مردمی خوانده، تأکید دارد که تمامی مردم افغانستان از این تیم حمایت گسترده می نمایند و برای پیروزی این تیم صادقانه تلاش خواهند کرد.
دا قوم د ډیرو وجوهاتو په بنا د جلال مآب ډاکټر صاحب عبدالله نه حمایت کی. چې یو وجب کې دا ده چې تاسو دې خاورې په افغاني ارزښتونو او کودونو سره خلاص ته په دې خاوره کې هم جهاد کړی، خاپوړې هم کړی دي، تکلیفونه هم لیدلي، دردونه هم لیدلي دي، او امیدوار یو چې دا قوم پشتیبانی چې تر دې لوړې کلا پورې په ارګه پورې رسیږي، د دې عزت او وقار به د دې غیور ملت لپاره ساتي. چې بیا خدای ناخواسته دا قوم او دا ولس د افغان سر لوړی ملت د دې لوړې کلا نه د نادودو غږونه وانوري. او ان شاء الله ما مطمئن هستیم برات اطمینان میتین جلال تمام ډاکټر صاحب که ان شاء الله قوم احمدزی یا قومی است که همیشه پشتتان می باشه و همیشه در هر نوع کاندیداتوری تو قبلا هم ان شاء الله همکاری کده و بعد هم از این در خدمتتان می باشه. نو په همدغه خاطر باندې جلال تمام ډاکټر صاحب ته زه اطمینان ورکوم چې دلته دسی یو کدرونه ناستی د پخوانی تقریبا لس کاله مخکې د سره په کمپاین کې کمپاینران وو. اول زه خپل د باګرامه یو اصالتا د خپل ځان له طرفه وکالتا د ساره کې غلجی د ولسوالۍ له طرفه زه د هم پالنې او ثبات ټیم ته په اخلاص او صداقت بیعت کوم، ملاتړ کوم او اعلان کوم چې په اخلاص به کمپاین مخې ته وړم. د کمپاین هدف او مقصد څه ده عزیزانو؟ رای ولسونو سره ده، معلم اولس ده، د رای واکدار اولس ده، د کامیابی کلی اولس سره ده. ډاکټر صاحب عبدالله ورسره ډاکټر صاحب احدی او دی دو معاونین سی قانون پو او سیاست پو دی. در همین حال انورالحق احدی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان رئیس جمهور غنی را به تعهد شکنی و دروغگویی به ملت متهم کرده می گوید که وی به وعده هایی که به مردم جهت تأمین امنیت، ثبات و پیشرفت سپرده بود عمل نکرده است. وی از خودکامگی های رئیس جمهور نیز انتقاد می کند و می گوید که باید وی به جای کاندیداتوری استعفای ناتوانی را پیش می کرد. هر عوام فریب به نور دی ملت ان شاء الله عوام فریب نسی ورکولی، هر دروغگوی به دی ملت ته فریب نسی ورکولی. انتخابات به یو مسابقه دی دروغگوی ترمنځ نه وسی، څوک زیات دروغ ویلی سی ان شاء الله سی خلکو بوسه دا وړتیا لري و د ارزیابی کوي. د ارزیابی پر اساس باندې به دوی دا خپل کار په مخ بیایي. زه طبعا د ثبات او همپالنې د ټیم غړی یم او داسې تاسو د دې ټیم په ګټه، د ډاکټر صاحب عبدالله په ګټه مو تصمیم نیولی دی. زه تاسو ټول نه ډېره مننه کوم. انشاءالله موږ ټول په ډاکټر صاحب باندې دغه باور لرو چې هغه له خپلو وعدو ځینه نه تیریږي. وی همچنان تاکید دارد که تیم ثبات و همگرایی برای حل مشکلات مردم برنامه های جامع را روی دست دارد و با پیروزی افغانستان را به سوی شکوفایی و تعالی سوق خواهد داد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت گسترده قوم احمدزی از این تیم گفت که برای تامین صلح و ایجاد وحدت میان مردم و اقوام افغانستان تلاش خواهد کرد و به سیاست های نفاق افغان نقطه پایان خواهد گذاشت. افغانستان خلق وسط د احمدزی شورا مشران دی بلا بل ولایت سره راغلی، دلته ځوانان پکې دی، قومي مشران پکې شته، دانشمندان متخصصین پکې حضور لري، پیاوړي جنرال لکه احمدزی صاحب پکې دی، علما کرام پکې شته. خو ستاسو تصمیم انشاءالله نه به ستاسو مشران سترګې ستاسو قوم په مقابل تیتی، نه به د احدی صاحب استرگی تاسو پا مقابل، انشاءالله پا ویال مجاو تاسو دقا کشتی یو زای ترسو. او دا و اتمینانم تاسو تا در کوم انشاءالله چی پا هر آلت دقا ملگرتیا از مجاو تاسو به دوام بکی انشاءالله. زکی چی
اساسی پر صداقت او پر اعتماد او مقابل اعتماد باندې ده. اساسی داسې نور مسائل چې هغه مسائل هم په د افغانانو په ژوند کې تحصیل لري، په تصمیمونو کې تحصیل لري او تاسو په خپله تجربه کړې ده، اساسی هغه نه ده. اساسی د خدای په خاطر، دغه وطن د ژغورل په خاطر او داسې یو بنسټ ایښودل چې په هغه بنسټ پر بنا راتلونکو کلونو کلونو کې افغانستان خپل اوسایي، خپل عزت، خپل وقار وګوري. آقای عبدالله وحدت و همدلی اقوام را گزینه مناسب برای تأمین صلح، ثبات و امنیت در کشور خوانده، علاوه کرد که وی و همپیمانانش در این دسته انتخاباتی به افغانستان واحد می اندیشند و هیچگاه در برابر صلح قرار نخواهند گرفت. آقای عبدالله با اشاره به چالش های کنونی کشور علاوه نمود که مردم افغانستان اکنون نیازمند صلح هستند و با درک نیازمندی مردم ایجاب می کند تا انتخابات به گونه شفاف برگزار شود و پیامد آن موجب آرامش مردم گردد. انتخابات او صلح پکل صلح دی طول افغانان غشتنه ده، آرزو ده، هیله ده، از موج مسئولیت ده چ خپل حل زلی او کوششونه وک او معنی ونه ګرځي موږ تاسو باچ معنی د سولو نه وسی خو هغه سولې چې افغانانو ته ټول افغانانو ته د منل وړ په سولې کې بیا سازش راځي د یو شی نه ته تیریږي د بل شی نه بل څوک تیریږي داخل دلته مشران دي چې په واړه مسله کې چې یو شخړه پیدا کیږي بیل جوړښت نه کیږي دا د افغانستان په سطح بیا نور وادونه پکې ښکیل دي دغه مسله اوس نړیوال مسلې ته بدل شوی دی دا مسله په دې کې خو ارومرو یو شی په کار ده په هغه کې انشاءالله دا تعهد کوو موجب تاسو چې په کې دا تصمیم نیسو او معنی د سوله نه یو موجب تاسو او په دې کې زه مطمینان لرم چې اوس غیبتی ونه شي غیبت هم نه کیږي ځکه د کور خلک یې دلته ده. در پایان این مراسم هیئت رهبری و بزرگان شورای سرتاسری قوم احمدزی با بستن دستار به رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تعهد کردند که برای پیروزی این تیم تلاش خواهند کرد. وزارت کار و امور اجتماعی از آغاز بررسی ها درباره چگونگی فروخته شدن کلیه یا گرده یک کودک یتیم در پرورشگاه تعیین مسکن خبر می دهد. مسئولان این وزارت درباره صحت یا سقم این قضیه چیز نمی گویند، اما خاطر نشان می سازند که یک هیئت برای بررسی این موضوع گماشته شده است. در روزهای اخیر شایعات مبنی بر فروش گرده یک کودک یتیم توسط احمد فیضانی کاکر رئیس پرورشگاه تعیین مسکن در رسانه‌های اجتماعی نشد که واکنش‌های زیاد را به همراه داشت. در تصاویری که از این کودک به نشر رسیده او را امرا با یک لوحه نشان می‌دهد که خانه عدالت است. در چند روز گذشته خبرهای مبنی بر فروش گرده یک کودک یتیم از سوی احمد فیضانی کاکر رئیس پرورشگاه تعیین مسکن در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. در تصاویری که از این کودک به نشر رسیده او را همراه با یک لوحه نشان می‌دهد که خواهان عدالت است. خود این کودک در صحبت بر رسانه‌ها در مورد این قضیه چنین می‌گوید: من بعضی خاطر عریضه کردم که من مزار انتقال شدم، مزار انتقال شدم، شفاخانه مزار رفتم، ام گفت گرده تو نیست، خلاصه دم گفت در شفاخانه مزار رفتم، در درد گرفت، گفت گرده تو نیست. من گفتم که شاید همی یک سوی تفاهم نبود، آمدم در عریضه کردم، موین صاحب خدا خیر بده دزی هم گفتم، یه گفت من یک کار 100% بررسی میکنم در تو، همی گفت بررسی میکنم، من دل من واقعا جمع شد و از این درد من دردم داشتم. در پی نشر تصاویر این کودک یتیم در رسانه ها، وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که صحت این شایعات را تایید نمی کند، اما هیئتی را برای بررسی آن گماشته است. هیئتی که در اینجا توظیف کردیم در آینده هم یافته های از این نارا شریک می سازیم. ما دوسیه از این طفل از شفاخانه امرجنسی خواستیم و دکتر صاحب در اینجا حضور دارند و اینا مطالعه کردن که در اوجه گرده ازی کشیده شده یا نشده نگفتن. دوسیه مکمل ازی را باز دکتر صاحبه که عملیات کرده او را میخواین از او تحقیق میکنن و
یک ادعای دیگه که گویا از شفاخانه به نام آفتاب در کابل گردی از این کشیده شده باشه، ما از وزارت محترم صحت عامه معلومات کردیم اینطور یک شفاخانه در کابل وجود نداره. ما استعلام رسمی از وزارت روان کردیم، اونا پاسخ رسمی میتن. دکتری که ایر عملیات کرده یک ایتالیایی است و امرجنسی فعلا نیست، به ایتالیا است. اونا باید گزارششان خود دکتری که عملیات انجام دادن، اونا باید پاسخ بگیرن، برای ما روان بکنن دوباره و ما در خدمت مطبوعاتم قرار میتیم، در خدمت حکومت. پیش از این وزارت امور داخله نیز گفته بود که ریاست عمومی جرایم جنایی این وزارت را برای تحقیق در مورد این موضوع موظف ساخته است. شایعات فروش گرده این کودک در حال مطرح می شود که تجارت فروش گرده در افغانستان گرم و پر رونق است. شماره از کارمندان سابق اداره ملی احصائیه و معلومات از برکناریشان از این اداره انتقاد می کنند و گفته آنان ریاست این اداره بدون اطلاع قبلی و به دلیل آنچه نبوده بودجه گفته شده حدود 100 تن از کارمندان اداره ملی احصائیه و معلومات را از وظیفه سبک دوش کرده است. این کارمندان سابق اداره ملی احصائیه و معلومات در نشست خبری میگویند نه تنها بر اساس قانون کار برکناری کارمندان بدون اطلاع قبلی جواز ندارد، بلکه مشکل بودجه نیز در این اداره وجود ندارد، زیرا بعد از برکناری کارمندان سابق اداره ملی احصائیه کارمندان جدید جذب کرده است. آنان از حکومت و اداره احصائیه و معلومات میخواهند که هر چه زودتر کارمندان برکنار شده را دوباره جذب این اداره نمایند، در غیر این صورت به اعتراض هایشان ادامه خواهند داد. شماره از کارمندان سابق اداره ملی احصائیه و معلومات از برکناریشان از این اداره انتقاد می کنند. آنان امروز طی یک نشست خبری می گویند اداره احصائیه و معلومات در اواسط ماه سرطان سال جاری بدون اطلاع قبلی و به دلیل آنچه نبود بودجه گفته شده حدود 100 کارمندش را از وظیفه سبکدوش کرده است. با گفته آنان قرارداد آنها با اداره ملی احصائیه و معلومات در آخر ماه جوزای سال جاری به پایان رسیده بود، اما این کارمندان با رضایت اداره مذکور یک ماه و 13 روز پس از پایان قراردادشان نیز در این اداره به ایفای وظیفه ادامه دادند که در نهایت اداره ملی احصائیه و معلومات بدون اطلاع قبلی آنان را از وظیفه منفک کرده است. همچنان آنان میگویند در این اداره مشکل کمبود بودجه مطرح نبوده، زیرا بعد از برکناری کارمندان سابق اداره ملی احصائیه کارمندان جدید جذب کرده است. که تاریخ ختم قرارداد ما 3 جوزای 1398 بود، باید ریاست منابع بشری در اول جوزای 1398 از عدم قرارداد مایان رسما اطلاع میداد که تا تاریخ 13/5/1398 به مدت 1 ماه و 13 روز این کار صورت نگرفته و رهبری اداره هر از گاهی از تمدید قرارداد ما اطمینان داده. هدف کنفرانس انفکاک تقریبا 100 تن از کارمندان متعهد تحصیل کرده و با تجربه که حدودی 7 سال در این اداره تلاش کردند، زحمت کشیدند. این کارمندان معترض با صدور قطعنامه از ریاست عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات و حکومت وحدت ملی خواهان ترتیب و تمدید قراردادشان در ظرف چند روز آینده هستند. آنان هشدار می‌دهند که اگر به خواست‌هایشان توجه نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. مسئولین این اداره را در برابر قانون و رهایی از عذاب وجدانشان فرا می‌خوانیم و از ریاست عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان ترتیب و تمدید قرارداد خیش در ظرف چند روز آینده می باشیم. در غیر آن راه مبارزه ایمان را به صورت مسالمت آمیز تا تطبیق عدالت و حاکمیت قانون ادامه خواهیم داد. خواستیم در این مورد نظر اداره ملی احصائیه و معلومات را نیز با خود داشته باشیم،
اما با وجود مراجعه ما این اداره حاضر به پاسخگویی در این مورد نشد. این در حالی است که در این اواخر تقرری ها و جابجایی افراد در ادارات دولتی توسط حکومت انتقاد مردم و سیاستمداران کشور را به دنبال داشت. منتقدان میگویند حکومت به دلیل اهداف شخصی و کمپاینی افراد مورد نظرش را در ادارات دولتی جابجا میکنند. در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایت اروزگان و تخار 37 تن از اعضای گروه طالبان کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع ملی آمده است که در عملیات به رهبری نیروهای کماندو در مربوطات ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان 20 تن از اعضای طالبان کشته شدند. از سوی هم دفتر مطبوعاتی قول اردوی 207 پامیر از کشته شدن 17 تن از اعضای طالبان در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی اشکمش تخار خبر می‌دهد. در اعلامیه همچنان گفته شده که در جریان این عملیات ها دو باب ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان نیز کشف و ضبط شده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. در ادامه رویدادهای داخلی آلا هم گزارش از نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 55 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک یورو 87 افغانی، یک درهم امارات 21 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول، 1000 روپای هندی 1130 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 496 افغانی. در خارج از کشور، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که از هند در دادگاه عدالت جهانی شکایت میکند. قریشی گفته است که اسلام‌آباد تصمیم گرفته است تا مسئله کشمیر را به دادگاه عدالت جهانی بکشاند تا به گفته او دست هند از مداخله در کشمیر کوتاه شود. در حدود یک ماه پیش پس از آنکه تنش‌ها در کشمیر بالا گرفتند، هند تمامی اختیارات ویژه کشمیر را و کرد. در همین حال رئیس جمهور آمریکا میانجیگری میان هند و پاکستان را پیشنهاد کرده است. دونالد ترامپ وضعیت کشمیر را خطرناک خواند. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که با صدر اعظم هند در اواخر هفته جاری در این مورد گفتگو می کند. استرالیا گفته است که آماده پیوستن به ائتلاف پیشنهادی آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز است. همزمان دولت ایران بار دیگر حضور نیروهای خارجی در منطقه را مردود دانسته است. امروز چهارشنبه اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفت که کشورش در نظر دارد تا با عضویت در ائتلاف بین المللی و رهبری آمریکا در خلیج فارس بپیوندد و از نفت و کشتی های تجارتی در برابر تهدیدات که از سوی ایران انگام عبور از تنگه هرمز وجود دارد حفاظت کند. در ماه های اخیر در پی انفجار و حمله به چند نفکش در خلیج فارس انتشار اخبار از تلاش نافرجام قایق های نیروهای دریایی سپاه پاسداران برای توقیف یک نفکش بریتانیایی و توقیف یک نفکش دیگر نگرانی های در مورد آزادی کشتیرانی تجارتی در منطقه بروز کرده و باعث تزلزل در بازارهای جهانی کالا شده است.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفته است که دولت او در چند ماه گذشته در حال گفتگو با دولت آمریکا بوده. از آمریکا در زمان این مذاکرات تحریم‌های را علیه ونزوئلا به اجرا گذاشته است. دولت آمریکا همچنان نیکولاس مادورو را به عنوان رئیس جمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد و خوان گوایدو از چهره‌های مخالف را رهبر این کشور می‌داند. دولت آمریکا با منظور اعمال فشار بیشتر بر دولت ونزوئلا این ماه تحریم‌های بیشتر را علیه دولت آقای مادورو وضع کرده است. هدف آمریکا از این تحریم‌ها وادار کردن رئیس جمهور ونزوئلا به ترک قدرت است. اما آقای مادورو تایید کرده که طی چند ماه گذشته دولت ونزوئلا مذاکرات با چهره‌های بلندپایه دولت ترامپ داشته است. نماینده آمریکا در امور کوریای شمالی روز چهارشنبه برای آمادگی کشورش برای اثرگیری مذاکرات با پیونگیانگ تاکید کرد. استیون بیگان که برای مذاکره با مقامات کوریای جنوبی در سئول به سر می‌برد، روز چهارشنبه تاکید کرد که به محض اعلام آمادگی کوریای شمالی برای مذاکره، واشنگتن نیز آماده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بیگان گفته است که تمرکزش بر غیر هسته‌ای کردن کوریای شمالی خواهد بود. اظهار نظر نماینده آمریکا در حال منتشر می‌شود که پیونگیانگ در حدود 3 هفته دست کم 6 موشک کوتاه برد را آزمایش کرده و در این مدت مذاکرات میان آمریکا و کوریای جنوبی از یک سو و کوریای شمالی از سوی دیگر به هیچ وجه پیشرفت نداشته است. اخیراً رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که از رهبر کوریای شمالی نامه بسیار زیبایی دریافت کرده و ممکن است که دوباره با او ملاقات کند. بیننده های ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزار از اینکه در این بسته خبری با نگاه بودید. بقیه وقتتون خوب. خدا نگهدار.